یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. ولایتی بود به نام شکرستان، مردمونش همه خوب و مهربان. خب البته همشون هم خوب و مهربون نبودن، مثل جاهای دیگه که هم آدم خوب داره هم بد. بگذاریم. توی شکرستان یه تاجری بود به نام شهروش که هم پر کلک بود هم پر دوز. 50 سکه قرار گذاشتیم، همین که گفتم، فقط 50 سکه. کی گفته؟ ما با هم 60 سکه قرار گذاشته بودیم. تو میخوای سر من کلا بذاری؟ من 50 سکه بیشتر نمیدم. تو یه متقلبی، همیشه تقلب میکنی. ببین حتی آقای راوی هم اینو میدونه. راوی؟ به راوی چه؟ آی جناب راوی، باز تو اینجا چی کار میکنی؟ من؟ خب هیچی، دارم قصه میگم. خب برو یه جایی قصه بگو، من از دست تو چی کار کنم؟ هر جا میرسی میگی شهروز کلو برداره. آخه من چه ایزو به تری به تو فروختم؟ اصلا حالا که این طوره 45 سکه بیشتر نمیدم. میخوایی بخوا، نمیخواییم نخوا. ای بابا، این دیگه عجب آدم کلاه برداریه. اصلا حالا که این طوره، قصه یکی دیگر براتون میگم. بله جونم براتون میگه، توی شکرستون یه تاجر دیگم بود به اسم نوروز. اینهاش خود خودشه، جناب نوروز خان. سلام علیکم، به من عاجز کمک کنین. و علیکم نوروز خان. علیکم سلام. سلام نوروز خان. سلام علیکم. خب اینم از آخری. سلام موسی، حرفای من آماده است؟ بله همش حاضر و آماده است. 40 تا دیگ، 30 تا مجمع، 60 تا کاسه، 50 تا تنگ، 20 تا تاس، 15 تا ملاقه، 20 تا آفتابه. اینا هم یه دونه قاشق. ممنونم موسی، خسته نباشی. اینم فورش. وای موشا، پس کجایی؟ چرا همه جا تاریک شد؟ من اینجام، تو کجایی؟ بله، القصه روزی از روزها نوروز و شهروز در سفری با هم همراه شدند و قصه ما از اون روز شروع شد. ترنادن تونتر ریده، تونتر برو ده. این که نوروز خانه ساده لوه، نگاش کن چقدرم شطور کره کرده. ای نوروز، سب کن منم بیام، سب کن منم بیام، سب کن دیگه، باشه منم برسم. به به به، سلام نوروز خان، دوست قدیمی، مثل این که تو هم به تجارت میری. سلام شهروز، آره، ظرفایی مثلی به جزیره تنبور میبرم. چه جالب، منم به جزیره تنبور میرم، ولی بار روغن دارم. چرا این همه بار روی حیبونه باید بخت کنی؟ این از اسرار تجارته، اینجوری دیگه کرایه نمیدم و سود بیشتری هم میبرم. چی شده؟ بلند شد دیگه، حرکت کن. چرا خوابیدی؟ ای رابیوف، یا رابیوف، الان کشتی را بیفته، زود باش دیگه، زود. نه بگی بفرمایین، اینم دست مزدی شما. آماده برای حرکت. سب کنین شهروز هنوز نرسیده، تو راه اولاغش از حال رفت. چی؟ نمیتونیم سب کنیم، سوار شو وگرنه خودت هم جا میمونی. لنگرا رو بکشید. سب کنین آخدا، من اومدم، خواهش میکنم. ای اولاغ عمله یک کمی تونتر بیادیدی. میخواهی بارات بکشیم تو کشتی؟ نه خیلی لازم نکرده، من یه پول مفت ندارم که به شما بدم. چجوره میخواهیم به بارو ببری تو کشتی؟ ها چجوره؟ چجوری؟ خب برای نشونت میدم. تماشا کن. خوشت اومد. حرکت میکنیم. ای کجا میری؟ بایسید، من آخرم جا موندی، با شما منم ببرید. بایسید کجا میره؟ اوه.
60 درجه تابه. ای آی حالم بده ناخدا. ببینم پس کی به تنبور میرسی؟ سه روز دیگه. سه روز دیگه؟ من که دو موقع میمیرم. وای سه روز دیگه. وای من حالم بده، میرم بخوابم. وای این دیگه چه بلایی بود. وای مردم مردم. کشتی داره میاد. آخ میشناسمش، مال تاجرای جزیره تنبوره. مراقب باش به سون دفعه باش تصادف نکنی. کشتی تاجرای تنبور. چطور قیمت روغن تو بازار تنبور ازشون بپرسم؟ آی سلام بازرگانای تنبور. سلام کردهی بر شما صاحب. قیمت روغن تو بازار تنبور چنده؟ روغن کلی گرم رفتهی صاحب. در بازار تنبور روغن هر ماش 100 سکه بودهی. حدس میزدم روغن جنس خوبی باشه. اون وقت اون نوروز بیاغ مس خریده. چطور قیمت مس هم ازشون بپرسن؟ آره برو کنار ببینم. وای حتما در عوض قیمت مس خیلی ارزونه، مگه نه؟ چه گفتهی؟ مس از روغن هم گرانتر بودهی صاحب. ظرفای مسی در تنبور با ارزش هستهی، به قیمت طلا بودهی. ما خود از شکرستان مس به تنبور آوردهی. مس از روغنم گرونتره. یعنی اون نوروز بیشتر از من سود ببره؟ خیال کرده. من نمیذارم. من باید بیشتر از همه سود ببرم. نوروز بلند شو، چرا خوابیدی؟ چیه؟ چی شده؟ وقتی تو خوابیده بودی سر و کله یک کشتی که از تنبور میومد پیدا شد. من با مسافرای اون کشتی صحبت کردم. اونا گفتن مس تو بازار تنبور حسابی ارزون و بی‌ارزش شده. ولی من شنیدم که مس توی بازار تنبور قیمت خوبی داره. آره ولی چند وقت پیش یک کشتی پر از مس به اونجا رسیده و مس انقدر فراوون شده یک کسی به اون نگام نمی کنه. وای خدا، حالا چی کار کنم؟ بیچاره شدم. منم وقتی شنیدم خیلی دلم به حالت سوخت. وای تمام سرمایم به باد رفت. حالا با این همه مس چی کار کنم؟ دیگه پولی ندارم که کرایه برگشت اونا رو بدم. خوبه، حالا زیادم ناراحت نباش. هرچی باشه من رفیق تو هستم. من سوال کردم، از قرار بنام قیمت روغن تو بازار تنبور بدکی نیست. من حاضرم روغنم رو با مسای تو عوض کنم. ولی اینجوری که تو ضرر میکنی. ای بابا این که مهم نیست، من اینقدر پول دارم که بتونم مسا رو تا جزیره بعدی ببرم. بای ممنونم، تو چه آدم مهربونی هستی نازد شم. میبینی جناب راوی، بعد تو برو بگو شهروز آدم بدیه. میبینی چه آدم خوبی هستم. بله میبینم. حالا بریم تا بقیه شو تماشا کنیم. خلاصه نوروز و شهروز جنساشونو با هم عوض کردن، یعنی نوروز شد صاحب مشکای روغن و شهروزم صاحب ظرفای مسی شد. نگو مس، بگو طلا. این ظرفا تو جزیره تنبور قیمت طلا رو داره. ابرای تیره میبینم. چی؟ ابرای تیره؟ ای وای توفان داره میاد. بادبانا رو جمع کنین. تشنافدم. کشتی خیلی سنگینه، اینجوری غرق میشیم. هرچی بار اضافی تو کشتی هست بریزید بیرون. باشه، زود باشی، زودتر این اشکالا را بریزیم بیرون.
آخه تمام شد دیگه، چه چیزی نمونده. چرا هنوز یه چیزایی مونده؟ نه باور کنید اینجا چیزی نیست. آخه اینا بعد نه 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 بابا اینا تو تنبور قیمت طلا رو داره. رحم کنید به من بیچاره، رحم کنید این کارا نکنید، اینا خیلی ارزش داره. ولی تو گفتی که مش ارزون شده. ساکر باش مادر احمق، آخه تو از تجارت چی میبنی؟ نه بدش من این یکی رو نمیذارم بندازی تو دریا. بلش کن، نمیذارم بندازی، بدش من. بیجاره یادم، بدبخ یادم، همه یه دار و ندارم به باد. خوبه، حالا کشتی سبوک شد، دیگه نجات پیدا میکنی. این نجات پیدا کردم. اورا زنده موندیم. جانمی جان طوفان تمام شده. لعنت، همه ظرفای مسی عزیزم غرق شدن. تمام زرمایم از بین رفت. یه چیزی روی دریا میبینم. اونا دیگه چی هستن؟ شبیه ماهی هستن. هرچی میخواد باشه به من چه مربوطه؟ من میرم تو آب ببینم چی چیه. آه نگاه کنی، مشکای روغن هستم. هم؟ آخه جون، مشکای روغنم، روغنای عزیزم. آه، ولی مشکای روغن که مال تو نیست. هم؟ چی؟ مگه یادت نیست با جنس همونو عوض کردی؟ روغن ها مال من شد، مثل مال تو. آره، مثل یه راز میگی، خب جهنم الان حتما میشه منم به ساحل میان، قیمت اونو خیلی بیشتره. نه خیر، نمیان. واسه چی نمیان؟ مشکای روغن سبکن و روی آب میمونن، ولی مثل سنینن و همون موقع رفتن ته دریا. نخه قبول نیست نشای عزیزم، از من اونام به ساحل میان، من میدونم. بله، نوروز با فروش روغنا پول خوبی گیره شما، ولی شهروز تمام. ای ظرفای عزیزم کجایی؟ دیگای قشنگه، ملاقه های زیبا، لگن های دوست داشتنی من، آفتابه های عزیزم چرا نمیایی؟ یا با زبون خوش بیان بیرون، یا میام تو دریا دنبالتون، آخرش غرقم بشم هیچ اشکالی نداره. بله، قصه ما به سر رسید، بار کج به منزل نرسید. تا یه روز دیگه و یه قصه دیگه، خدا نگهدار.